سلام سلام به یکی دیگه ویدیو من خوش اومدین الان تو این چند روزه سولانات هایپ شده و میریم سراغ سایت exchange.art تا این سایت هم به شما معرفی کنم و بتونین NFT رو تو بستر سولانا و در سایت exchange.art بذاریم خب آدرس سایت رو که میبینین همونطور که میبینین exchange.art هست و وقتی که وارد این سایت میشیم حالا آدرس سایت رو توی دیسکریپشن هم میذارم برای اینکه دسترسی راحت تری داشته باشین و اینکه خیلی خیلی شبیه فاندیشن هست ولی خب یه سری تغییرات جزئی داره مثلا اینکه تغییراتش که, که همین الان بگم اینه که شما وقتی یک مجموعه میتونین درست بکنین یعنی درست میکنین هم میتونین توش وان آف وان بذارین هم میتونین توش ادیشن دار بذارین حالا خب میریم سراغ سایت سایت که همینطور که میبینین connect your wallet to begin وقتی که وارد سایت میشیم قبل از هر چیزی میگه که آدرس کیفول تو وست بکن تا ادامه ماجرا خب کیفول که میخوایم وست بکنیم حالا من فانتوم رو انتخاب کردم کانکت ولت اینا فانتوم متامسک فانتوم رو میزنم و روی فانتوم سول کلیک میکنم که وصل بشه به کیفول فانتوم من که روی بستر سولانه خب همونطور که میبینین کیفول کانکتد و الان نوشته که اگر میخوای از یک آرتیست وصل بشی یه کارایی رو بعد انجام بدی و اونم ساخت پروفایل هستش تا کار رو شروع بکنی ناقص میرم جلو تا بگم که خیلی مهمه که پروفایلتون کامل بسازین چون اگر پروفایل رو نسازین بعد به مشکل میخوریم خب میریم روی همین قسمت سمت راست رو عکس پروفایلم هم کلیک میکنم پروفایل رو میزنم و صفحه هیچی نداره روی ادیت پروفایل میزنم میگه که یک بنر باید بذاری آواتار باید بذاری ایمیل آدرس یوزر نیم بعد این مثلا اد ساینه که آدرس شما با این شناخته exchange.art این اسلاگ منظورش همونه که یوزر نیم در واقع مثل مثلا توی فاندیشن هم ما داشتیم توی آبجکتم نه اینجوری نداشتیم ولی یه جور دیگه داشتیم و اینا اینجا هم که میگه بیوگرافی لوکیشن و دسترسی های مختلف مثل وبسایت دیسکورد و غیره به پروفایل شما و بعدم سیف خب الان من ناقص کار رو کردم دیگه آه نه که اینجا ولتتون هم میتونیم وصل بکنیم ولت سولانا و ولت اتریوم اون ولت اصلی اتریوم همه اون ولتیه که الان رو فاندیشن دارم کار میذارم نوتیفیکیشن هم اینجا میتونیم منیج بکنین که مثلا آفرا براتون بیاد آکشن ها بیاد سیلز بیاد که خیلی زیادن فقط اونایی که دو میخواین رو انجام بدین راحت ترین خب خب همونطور که میبینین الان ما اومدیم توی پروفایل نوتیفیکیشن هم که دیدیم حالا میایم دوباره توی صفحه اول که همونجا که کرییت رو این بالا میزنیم دوباره میگه که اگه میخوای کرییت انجام میشه بعد پروفایل نکنیم فقط آواتار و یوزر و اینا ایمیل کافی نیست و همین ناقص انجام دادم حتما باید بیوگرافی هم کامل باشه و این این کارا رو باید کامل انجام بدین تا کارتون کامل انجام بشه خب این از بیوگرافی و خب بیوگرافی ما مینویسم و اینجا میپرسه می که مثلا از چه طریق با سایت اکسچنج آشنا شدیم که اونم مثلا بزنم تویتر و اینا خیلی مهمه یعنی از اون ادیت پروفایله این بخش آواتار وصل شدن به تویتر بیوگرافی و اینکه چهجوری آشنا شدیم خیلی مهمه سابمیت میکنیم تا ببینیم بریم صفحه بعدی ببینیم برای سابمیتمون چه اتفاقی میفته و خب نگاه کنی حالا الان تازه به من گفت خوش اومدی و حالا تازه من میتونم کارم رو شروع بکنم ولکام و حالا میریم روی کریت آرت کلیک میکنیم خب الان میگه روی بستر سولانا میخوای یا بستر اتریوم خب ما اومدیم که سایت اکسچنج رو انتخاب کردیم به خاطر بستر سولانا پس میایم روی سولانا حالا اینجا میگه که میخوای کار سینگل باشه یا میخوای ادیشن دار باشه خب ما اول کار سینگل رو تو این ویدیو میگیم برای یه کار ادیشن دار توی ویدیو بعدی خب اینجا نگاه کنید اول از همه میگه که باید بیای کالکشنت رو بسازی دقیقا این فاندیشن هم یادتونه میگفت اول کالکشن بعد از کالکشن شما میتونید وارد قسمت بعدیش بشین این هم الان دقیقا همین جوریه شما اول باید کالکشنتون رو بسازین و create new series حالا اینجا سری بهش میگه اولی منظور کالکشنه میگه اولین سریمون رو اینجا درست میکنیم و بریم ببینیم که چی میخواد خب کلیک میکنیم روی همین قسمت خب نگاه کنیم برای اینکه بسازی میگه یه بنر باید بدی که واجبه ستاره داره و یه دونه آواتار باید بدی و بنر و بنرت باید زیر پنج میک باشه آواتارت یعنی هم عکس پروفایل عکس کالکشنت هم باید زیر دو نیم میک باشه خب میریم جلوتر ببینیم دیگه چی میخواد از ما وقتی که خب عکس هم که گذاشتیم خب عکس رو که گذاشتیم حالا میگه که اسم کالکشن چی میخواد باشه خب اسم کالکشن رو میذاریم اسم کالکشن میریم سراغ دیسکریپشن دیسکریپشن رو هم می نویسیم خب حالا اینجا از من بپرسه که تو چه کتگوری داری NFT تو روی چه کتگوری هستش روی اکسس روی مثلا فیزیکال آرت یا هر چیزی شما میاین و اون کتگوری خب من اکاسی هم فوتوگرافی انتخاب میکنم و اون انتخاب میکنیم و بریم ببینیم که دیگه چه چیزی از ما میخواد خب هم بنرم جا مونده بود بنرم بذارم خب بنرم که میذارم یعنی تمام گزینه ها رو انجام دادم و حالا وقتشه که بیام وقتی بنرم آپلود میشه الان وقتشه که بیام بنرمو رو کرییت سریز بزنم و این کالکشن خودم رو بسازم خب بریم ببینیم که یکم طول میکشه آپلود شه ولی آپلود بشه اوکی انجام شد خب نکنین خب همونطور که میبینین اول میایم که سریز انتخاب میکنیم که همین سریز رو الان ساختیم حالا میایم رو آپلود فایل میزنیم و اون عکسی که میخوایم آپلود کنیم و اثری که میخوایم بذاریم رو توی این قسمت درگ میکنیم یا یعنی میتونین انتخاب باش بکنین از طریق پروفایل و اون رو بفرستین و کارتون رو انجام بدین و میبینین که الان عکس آپلود شدهش و حالا که عکس آپلود شدهش ما میتونیم نکس رو بزنیم و بریم وارد قسمت بعدی بشیم قسمت بعدی نگاه کنیم الان ما آپلود فایل رو تمام کردیم حالا وارد قسمت بعدی شدیم خب قسمت بعدی از ما چی میخواد میگه اول بیا اسم به ما بگو اول میام اسم رو میذاریم ببینیم که این اسم و حالا دیسکریپشن و خب حالا اینجا میاد میگه, میگه رویالتیز رویالتیز چیه؟ رویالتی میگه که توی سکندری مارکت وقتی کارت فروش میره چند درصد از کار برگرده به تو و خب میگه نکته مهمیه دیگه بالاخره همه باید رایت بکنیم که مثلا توی سکندری وقتی فروش میره چند درصد میخوایم برگردیم خودش میگه پیشنهادم بین 10 تا 15 درصده انتخاب میکنیم و حالا این رویالتی به کدوم ولت بیاد S پس شد اس دیسکریپشن رویالتی و حالا میگه این رویالتی به کدوم ولت بیاد ولت رو انتخاب میکنیم اینجا آپشنال هستش و مثلا شما میتونید یه اطلاعات اضافه بدیم بهش و خب اینجا دیتیلز در مورد دیتیلز کارم دادیم الان دیتیل آماده شد و حالا میریم برای قسمت مینت میایم پایین و روی مینت کلیک میکنیم خب نگاه کنید استارت مینت پروگرس اول قسمت اول میره میت میشه قسمت دوم اینه که فایل آپلود میشه و قسمت سوم قسمتیه که باید پول پرداخت بکنیم یعنی گس سولانا چرا سولانا خیلی مثلا محبوب تر از اتریوم این روزها ها شده و این یکی دلیلش همینه یه دلیلش همینه که چرا سولانا این روزا محبوب شده به خاطر همین گس کمشه یعنی مثلا شما تو اتریوم الان مثلا 20 دلار بدین برای گس اینجا بعد مثلا 3 دلار بدین خب خیلی به صرفه تره الان میبینیم نگاه کنید من درخواست الان قسمت ساین این ترانزیکشن میره و الان درخواست به کیفول من رفته الان اینجا از من میگه که باید پول بدی میریم که برای پرداخت پول اولیه و الان کار من your piece has been created و الان کار من دقیقه ساخته شد و حالا من الان کارم فقط مینت کردم قیمت گذاری یا لیست نکردم که حالا میریم سراغ لیست کردن نیا کنید زیر عکس همینجا میتونیم به نوشته که لیست for sale میتونم از همینجا کلیک کنم وارد اون قسمت لیستینگ بشم یا میشه کارهای دیگه کردش حالا بریم ببینیم که چی کار باید بکنیم خب من همونطور که میبینین الان کار من از میام توی پروفایلم و میام روی اثر حالا از اون طریق لیستینگ انجام میدین از این طریق انجام میدیم بنا کنین بر من لیستینگ هم کارم نمایش داده نمیشد واسه همین اینجا ویدیو کات میخوره و به خاطر همین رفتم این سمت راست پایین هستش این مثل کامنت لوگو اونجور داره اونجا گفتم که کار من نیومده و زیر پنج دقیقه در من کارم رو اوکی کردم و خیلی سریع هم موقع جواب دادم و اومدم یعنی هر مشکلی توی این بس توی این اکسچنج بهش بر بخورین از این طریق میتونین با پشتیبانی سایت صحبت بکنین و سریع کارتون انجام بشه خب میام روی پروفایل توی پروفایلم میام پایین created اینجا همونطور که میبینین کار من هست اینجا نوشته لیست فور یا اینکه میام تو قسمت سریز روی مجموعه میزنم و وقتی روی مجموعه میزنم وارد کارم میشم و توی خود کار هم اینجا زده لیست فور سیل روی لیست فور کلیک میکنم خب همونجور که میبینین دو مدل دارم الان من میتونم یه تایم اکشن چیز بکنم یا یه دونه بای ناو بذارم خب من میخوام آکشن بزنم آکشنش دقیقا این قسمتش اینه چیز هستش که هم آکشن داره هم بای نو داره اونجوری میتونیم انتخاب بکنیم یعنی اینکه تایم آکشن میخواین یا یه فیکس پرایس میخواین انتخاب کنیم که اگر هر کی خواست به اون قیمت ورداره بره خب من مثلا حالا آکشن رو انتخاب میکنم میام قیمت میذارم اینجا و میگم که قیمتش به چه صورتی باشه و حالا تو این قسمت میگه که کسی بخواد روی این بید بید بزنه چقدر باید بالاتر بزنه نه الان مثلا من میام میگم که یه عددی انتخاب میکنم مثلا یک نفر بعدی باید بی... نیم نفر بعدی باید بیاد یک سولانا بید بزنه الان کردم یک دهم ده یعنی نفر بعدی که میخواد بید بزنه میاد روی شیش دهم ده بیت بید میزنه یعنی هر لول چقدر اینجوری بره بالا و بالا و بالاتر و حالا اینم بستگی به خودتون داره دیگه ببینید مثلا پلنتون چیه برنامهتون چیه و طبق اون انجامش بدید و حالا مثلا من یک دهم ده میذارم یعنی اینکه که از نفر بعدی اگه خواست بیت بزنه بعد بیا شیش ده سلونا بزنه اینجا میام مثلا میگه مدت زمانش چقدر میخواد باشه میخوای مثلا یه روز باشه دو روز باشه یا کاستومایز باشه یه دوازه سال خب من حالا طبق قبلا میام و همون یک روز انتخاب میکنم مثل فاندیشن و بریم جلوتر ببینیم که دیگه چیه خب یه بار چک میکنم و میام اینجا روی لیست یور آرت ورک کلیک میکنم و صبر میکنم تا درخواست به کیف پول من بره که همون لحظه میره و آها درخواست رفت به کیف پول و وای سمت تا کانفرمش انجام بدم کانفرم که اینجا کانفرمش میکنم درخواست, درخواست آها اومد و اینم مقداری که از من گست میخواد کانفرم و الان کار من میره برای لیست شدن خب همونطور که میبینین کارم لیست شد و الان اگر کسی بخواد بیت بزنه روی این کار میتونه بیت بزنه ویو آرت و اینم از این خب اینجا قیمت گذاری اومده دیوریشن یک روز و اینجا میتونین چت بکنین مثلا در مورد کار و دیگه دیگه همین و چیز دیگه خاصی نداره خب این شدش الان در مورد وان آف وان کار وان آف وان بذارین و حالا اکشن یا فیکس پرایس اینجا میتونین انتخاب بکنین که حالا من توی ویدیو اکشن رو موقع بخشش اگه بخواید فیکس پرایس فیکس پرایس انجام میدین و مینتولیس کردن توی سایت اکسچنج رو با هم بررسی کردیم چیز خیلی خاصی نداشت خیلی جالبه سایتش و از سر سولانا این روز هم که هایپه پس لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار آدرس آدرس سولانای خودم هم میذارم همین پایین همین ویدیو که اگر دوست داشتین به پروفایل من هم سر بزنین من رو توی اکسچنج فالو کنین حتما فالو بک میدم تا بتونیم با هم میتونیم با هم دیگه ارتباط بهتری داشته باشیم دم همگی گرم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.